سلام، من اصل داوودی هستم، دانشجوی مقطع فوق لیسانس رشته طراحی پارچه و لباس دانشگاه مجازی ویند یا ویند ورچوال یونیورسیتی. در خدمت شما خواهم بود با قسمت دیگری از سری برنامه‌های ویند آف آرت اند ساینس. با ما باشید. در برنامه‌های قبلی شما رو با انواع هنرهای بصری آشنا کردم. در این برنامه سعی دارم شما رو با ادامه مبحث هنرهای بصری آشنا کنم. لطفاً به قسمت اول برنامه که تعریف پیکر تراشی میباشد توجه کنید. پیکر تراشی. تعریف پیکر تراشی. مهمترین خصوصیت آثار پیکر تراشی آن است که از مواد سخت ساخته میشوند و دارای سه بُعد واقعی هستند. در اغلب شکل‌های هنرهای بصری نظیر نقاشی، طراحی، گرافیک، عکاسی و فیلمبرداری، بُعد سوم فقط به صورت مجازی بیان می‌شود و با استفاده از فنون پرسپکتیو و سایه روشن کاری می‌کنند که بیننده تصور کند که بُعد وجود دارد. ولی با لمس کردن این نوع آثار متوجه می شویم که نمی توانیم هیچ گونه اثری از جنسیت فیزیکی یا ابعاد شکل های آن بیابیم. ولی به هر حال تکامل نقاشی و فن نشان دادن اشیا و شکل های سه بعدی در دو بعد به تدریج ما را عادت داده است که وجود بعد سوم را در سطح دو بعدی قبول کنیم. در پیکر تراشی شکل سه بعدی واقعا وجود دارد. می توانیم آن را لمس کنیم و از بافت آن آگاه شویم، حتی اگر نابینا باشیم. ولی با لمس کردن این نوع آثار متوجه می شویم که نمی توانیم هیچ گونه اثری از جنسیت فیزیکی یا ابعاد شکل های آن بیابیم. ولی به هر حال تکامل نقاشی و فن نشان دادن اشیا و شکل های سه بعدی در دو بعد به تدریج ما را عادت داده است که وجود بعد سوم را در سطح دو بعدی قبول کنیم. در پیکر تراشی شکل سه بعدی واقعا وجود دارد. می توانیم آن را لمس کنیم و از بافت آن آگاه شویم، حتی اگر نابینا باشیم. لورنزو گیبرتی، نقاش و پیکر تراش فلورانسی، در این باره می گوید: کیفیت عالی این گونه آثار را نمی توان فقط با چشم دریافت. سطوح و قوس ها و پستی بلندی های آنها را فقط با لمس کردن می توان به طور کامل فهمید. ولی وجود علامت لطفاً دست نزنید مانع از آن است که ما بتوانیم پیکره ها و مجسمه ها را لمس کنیم و در نتیجه کیفیت سه بعدی آنها را فقط با دیدن می توانیم تجربه کنیم. یک پیکره یا مجسمه مثل تمام جهان طبیعی اطرافمان از زوایای بسیار زیادی قابل رؤیت است و در هر یک از زوایا مانند یک نقاشی کامل است که در سطح دو بعدی می توان آن را ترسیم کرد. یک مجسمه با چنین بغرنجی باید دارای چنان استحکامی باشد که به قول میکلانج اگر آن را از بالای تپهی به پایین بغلطانیم کوچکترین قطعی از آن جدا نشود. سنگ یا مرمری که پیکره ای از آن تراشیده میشود هرچند ماده بسیار سخت و محکمی است، ترد و شکننده نیز هست. در آوردن جزئیات ظریف در آن ممکن نیست و در نتیجه انسجام طرح الزامی است. آثار میکلانج آگاهی او را به این موضوع به خوبی نشان می‌دهد. او معتقد بود که شکل پیکره‌ها در درون سنگ وجود دارد و وظیفه پیکر تراش رها کردن آن شکل از درون قطعه سنگ می‌باشد. تحقق این نظر درباره هنر پیکر تراشی در هیچ کجا بهتر از مجسمه‌های او که معروف بردگان است مشهود نیست. این آثار را میکلانج برای آرامگاه پاپ جولیه ساخته بود. میکلانج در پیکره های این مجموعه جریان کلی فن پیکر تراشی را نشان می‌دهد. قطعات بریده شده و زمخت سنگ، محل هایی که شکل به تدریج و به صورت کلی نمودار می شود و بالاخره محل هایی که شکل کاملا پدیدار شده و سطح آنچنان پرداخت یافته است که گویی از پوست و گوشت زنده می باشد و نفس می کشد.
یکی از علل زنده به نظر رسیدن این پیکره ها تضاد یا کنتراستی است که در آنها وجود دارد. مثلا یک دست کاملا پرداخته شده از یک قطعه سنگ زمخت بیرون آمده است و یا بازوی کاملا شکیل از درون یک قطعه مرمر دست نخورده خارج شده است. این پیکره ها طوری به نظر می آیند که گویی به میل و اراده خود می خواستند از این تخت سنگ ها خارج شوند و مهارت هنرمندانه میکلانج فقط جزی از دلیل خلق آنها بوده است. از 6 پیکره‌ای که در اصل برای مقبره طراحی شده بودند، فقط 2 آنها به پایان رسیدند و مورد استفاده قرار گرفتند و 4 پیکره دیگر در آکادمیا در فلورانس نگهداری می شود. وضع ویژه و ناتمام این پیکره ها نمایش بسیار ارزنده‌ای از نحوه کار یک پیکر تراش است. پیکر تراش همیشه از طریق تراشیدن قطعات سنگ، هرچند بیش از همه مورد علاقه مجسمه سازان است، صورت نمی گیرد و گاه به صورت روی هم قرار دادن و ساختن مجسمه از مواد نرمی مانند موم یا گل انجام می شود. این شیوه به هنرمند اجازه اقدامات تجربی بیشتر می دهد و اثر تا پایان کار قابل تغییر و عوض کردن است و اشتباهات احتمالی نیز در حین کار اصلاح پذیرند. وقتی کار به اتمام رسید، پیکره ساخته شده از گل نرم را به 2 صورت می توان شکل نهایی بخشید. می شود آن را در کوره گذاشت که تحت حرارت زیاد پخته و سخت شود و یا می توان از آن قالب هایی تهیه کرد و به وسیله آن قالب های مجسمه را از جنس فلز یا نوعی پلاستیک سخت تهیه کرد. Wind Virtual University. Touch the wind, touch the world. در اینجا باید خاطر نشان کرد که حجاری نقوش برجسته، حد واسط و پلی میان نقاشی در سطح و شکل‌های سه‌بعدی یعنی پیکرتراشی است. در پیکرتراشی، جوانب مختلف طرح حتما باید به هم پیوسته باشد. مؤثر بودن و گیرایی یک مجسمه یا پیکره در گروه سادگی آن است. خواه به سبک دوران یونان باستان نشان دادن زیبایی بدن انسان باشد و خواه به سبک اکسپرسیونیست قرون وسطا منظور نشان دادن معنویت در انسان باشد. طرح نقشه برای آثار سه‌بعدی نیازمند طرح‌های مقدماتی است که در سطحی مثل کاغذ انجام می‌گیرد و در این طرح‌ها باید پیکره یا مجسمه را از کلیه گوشه‌ها و زوایا و از هر جهت بررسی کرد. برای تراش دادن یک پیکره از چوب یا سنگ باید آن را در درجه اول به صورت یک حجم کلی در نظر گرفت و جزئیات درباره پرداخت آن مربوط به مراحل بعدی کار می شود. مهمترین مسئله در این زمینه شناخت مشکل و تصور آن در حالت کلی آن است و پس از آن به تدریج جزئیات بصری آن مطرح می شود. به هنگام کار کردن با گل یا موم نیز باید این نکات را در نظر گرفت. تنها تفاوت در این مورد امکان تجربه و اصلاح کردن در حین کار است که به هنرمند آزادی بیشتری می دهد. گل یا موم را در حین کار می توان به اثر افزود یا از آن برداشت و این خود در واقع مانند